امیرالمؤمنین فرمودن وارد بر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله شدم، دیدم چشمهای پیغمبر خدا از اطرافش همه داره اشک میاد. کم شاید دیده باشید انسانی که خیلی زیاد دلش درد اومده، زیاد گریه میکنه، اینجوری میشه چشمش. این مهلت نداره، این آبها هست، از این طرف میاد، از اون ورم میاد، از اطراف میاد. امیرالمؤمنین فرمودن دیدم چشمان پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله تفیضان، فیضان داره از اشک. عرض کردم یا رسول الله چه شده؟ چیه؟ اینا جز عقاید ماست، اینا سوالهای عارفه، معصومین کلهم نور واحد. پیغمبر خدا میدونن چی شده، علی ابن ابی طالب نمیدونه چه شده، همشون میدونن. سوال العارف، اینا فلسفه هایی داره، یکیش اینه برای دیگرانه. خدای تبارک و تعالی از حضرت موسی بهتر میدونست چی تو دست حضرت موسی است. به حضرت موسی میفرماد و ما تلک بیمینک یا موسی، چیه دست؟ امیرالمؤمنین فرمودن، عرض کردن به پیغمبر خدا چی شده؟ پیغمبر خدا فرمودن جبرئیلی خورده قبل پیش من بود، بهم گفت حسینو میکشم. گفتم کجا؟ گفت کربلا. بعد بهم گفت میخوای یه قدری از خاک کربلا بدم به شما یا رسول الله؟ شهادت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله امام حسین 7 سال عمرشون بوده، تو 7 بودن، 7 سالشون کامل نبوده. حالا این قصه همون ساله، 1 سال قبله، 2 سال قبله، 5 سال قبله، نمیدونم. جبرئیل عرض کرد یا رسول الله میخواد یه قدری از این خاک بده؟ پیغمبر خدا اهل دنیا که نیستن، مال دنیا که نیستن، حالا ما ها عواطف داریم، رو عواطفمون کار میکنیم. پیغمبر خدا هم عواطف دارن، اما عواطفشون تحت نیروی عقلشون کار میکنه. قصه امام حسین قصه عاطفی نیستن، عاطفیه که پشتوانه عقل داره. پیغمبر خدا فرمودن به امیرالمؤمنین که به جبرائیل گفتم آره میخوام یه مش از خاکش، یه مش دست کرد از خاک کربلا به من. این که گریه من مال این جریانه. امیرالمؤمنین تو صفین فرمودن یاد این جریان افتادم وقتی که مقابل کربلا رسیدم. این قصه ها، این نمونه ها، صدها 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 از این قبیل، از میلیون ها که به ما رسیده، اوناش تلف شده، رفته، از بین رفته، اینا یک استثناست. ز سر گذشتش گم به لب رسید جانم، که هر چه کرده با من فراغ کربلا. حسین حسین